در لبنان چیزی حدود 6 میلیون لبنانی زندگی میکنن، اما بد نیست بدونین که بیشتر از 16 میلیون لبنانی، یعنی 10 میلیون بیشتر از جمعیت کل کشور، در خارج از این کشور سکونت دارن که بخش بزرگی از اونا به برزیل و آرژانتین یعنی آمریکای جنوبی مهاجرت کردن از 50-60 سال پیش تا همین حالا. و همین لبنانی ها سالی 5 تا 8 میلیارد دلار به اقتصاد لبنان ارز وارد میکنن، یعنی 1/3 بودجه عمومی کشورشون از طریق اونا تامین میشه. به ما چه؟ ارز میکنم، عجله نکن. بیاین بریم آمریکای جنوبی، جایی بین مرز برزیل و آرژانتین و پاراگوئه که به مرز سگانه شهرت داره، منطقه‌ای که قانون بر اون حکمفرما نیست و بیشتر از 30 ساله به بهشت مافیای آمریکای لاتین شهرت پیدا کرده و از قضا حدود 30,000 لبنانی درست تو همین یه تیکه جا سکونت دارن که به استناد منابع اطلاعاتی آمریکا بخش قابل ملاحظه از این افراد عضو حزب الله لبنان هستند یا به اون وابستگی دارند. و بله درست حد زدی، با دست داشتن تو مافیای مواد مخدر و قاچاق کوکائین و انسان و جعل و پولشویی سالانه میلیون‌ها دلار پول واسه حزب الله تامین میکنه. حالا برگردیم به تهران، جایی که حامیان اصلی حزب الله اونجا در قدرتن و قبلا هم کسایی مثل حسن عباسی بین عربده‌کشی‌های ایدئولوژیکش لو داده بود که ما واسه ترور ترامپ لازم نیست آدم بفرستیم. یهو دیدی چند تا خلافکار لاتین تبار کارو تموم کردند. آیا عباسی ناخواسته افشا کرده بود که جمهوری اسلامی و حزب الله در میان تبهکاران آمریکایی لاتین مشغول نفوذند، یا این یه پیام هدفمند بوده؟ من نمیدونم. بگذاریم. طرح ترور سفیر وقت عربستان یادتونه؟ اونم قرار بود به سفارش جمهوری اسلامی به عهده یه تبهکار مکزیکی گذاشته بشه. حالا بریم استکهلم، جایی که سازمان اطلاعات و امنیت سوئد اعلام کرده شواهدی محکم در دست داره که نشون میده جمهوری اسلامی از باندای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه مخالفان خودش در سوئد استفاده. درست مشابه همین رویکرد قبلا تو تایلند، آذربایجان و حتی ترکیه تو همسایگی جمهوری اسلامی هم تکرار شده. درسته که آدم یاد فیلم‌های گانگستری میفته، اما واقعیت اینه که از در کنار هم قرار دادن همین مستندات میشه دید نقشه راه واسه رژیم تهران به کدوم سمت میره. با این سوال مهم که آیا یارگیری پاستورنشینان از تبهکارا و تروریستا در چهار گوشه دنیا یک کپی برداری از اولیگارشی کرملینی محسوب میشه؟ و آیا ابعاد مالی پشت این مافیای چند ملیتی تا چه اندازه بزرگه؟ و چقدر از بودجه ملی ایران در اون دخیله؟ رضا غیبی روزنامه‌نگار که همین موضوع رو دنبال کرده به ما پیوسته تا بیشتر از این روابط تاریک پرده برداریم. رضا خیلی خوش اومدی به دیکود. ماجرا از چه قراره و مراودات مالی حزب الله و جمهوری اسلامی با تبهکارهای بین المللی خصوصا تو آمریکای لاتین چه ابعادی داره؟ ببینید، مراوداتی که داره جمهوری اسلامی مشخصا با گروه های نیابتی خوش از حزب الله گرفته تا کتایب تو عراق یا سایر کشورها حتی تو کشور افریقایی داره، مشخصا نمیشه براش عدد و رقمی اعلام کرد، اما اینکه گردشش در سال حتی به 1 میلیارد دلار هم میرسد در تمامی ابعاد خودش، تجهیزاتی که ارسال میکنه، کمک های نقدی که میده، خب دور از ذهن نیست و این اتفاق داره رخ میده، چه برای حماس که قبل از جنگی که شروع شد داشت اونها رو تجهیز میکرد، چه حزب الله که به صورت سازمان یافته تر داره این رو انجام میده. ما گریزی اگر به مصاحبه های همین مقامات هم بزنیم، یکی از مقامات حماس بود که گفته بود در سفرش به تهران چند میلیون دلاری که آقای سلیمانی قاسم سلیمانی داده بود بهشون انقدی بود که حتی نتونسته بودن ببرن با خودشون و در حد توانشون برده بودن. این یک چیز مشخصه، اما وقتی میخوایم در
امروز در قرن 21 و در سال 2024 در موردش صحبت کنیم، پای یک مدل جدیدی از مراودات مالی بر بستر رمز ارزها هم به پیش کشیده میشه که همین این ابزار این امکان رو به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میدهد که مثلا بتواند در استکهلم هم گروه های تبهکار رو به خدمت بگیره، چون نقل و انتقال پول به صورت کلی آسان تر هست، قابل ردگیری نیست.